سلام علیکم. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خسته درساتون نباشین. این قسمت چهارمه مصاحبه با شاگردام و قرار زنگ بزنم به یکی دیگه از شاگردام. هر روز به یکیشون تماس میگیرم و باشون صحبت میکنم در مورد روند مشاورهشون، در مورد روند کارشون، نظرشون راجع به آکادمی، کوچشون، منتورشون و آزموناشون، خیلی چیزا. همیشه میشینیم صحبت میکنیم. این سیم یک یا دو رو بزنم؟ یک. زنگ بزنیم به یکی دیگه از شاگردام، امیدوارم برداره. های 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 نادیا عزتی، در حال حاضر مشترک مورد نظر پاسخ کنید. زنگ بزن به تینا بزمونه. قسمت بعدی میایم در مورد با نادیا صحبت میکنه. تینا چند وقت با ماست؟ از اول دیگاره؟ از تیر پارسال با ما بود و یکی از قدیمی ترین شاگردهای مجموعه است. اسمش هم سیو میذاری. خب بریم باهاش صحبت کنیم. سلام علیکم. سلام دکتر، حال شما چطوره؟ خوبین؟ شما خوب هستید؟ حسن نباشید، قربون شما. چه خبر؟ سلامتی. اوضاع چطوره؟ بد نیست، خدا رو شکر. درسته. تینا با کوچت راحتی؟ بله خیلی. بله خیلی. بیشتر از خیلی. بیشتر از خیلی. مردم خیلی خوبن. اصلا دیگه واقعا هیچ چیزی برای واقعا نمیدونم چی بگم، خیلی خوبن دیگه. من از آن اندازه خواهرم واقعا نیستم، واقعا خودم خواهر ندارم، واقعا اندازه خواهرم مثلا به من انقدر لطف دارن که اصلا نمیدونم چی بگم. خداش خداش. خب اوضاع درس چطوره؟ درس خیلی خوبه، خوب نیست، ولی خب دیگه بالاخره میبریم جلو دیگه. تو پارسال معدل چند شد؟ معدل 11 آره دیگه. امسال 12 هم میدونم. چند؟ 19 خورده شد. 19 خورده. بعد اصلا کلن تز زده بودی پایه 10 11؟ من 10 مثلا در حد مدرسه میخوندم تا موقعی که مثلا قبل اینکه مثلا مدرسه غیر حضوری بشه واقعا میخوندم و جز نفرات اول کلاسم بودم. بعد ولی خب تز اصلا نمیزدم. اصلا نمی زدم. بعدی که چیز شد، مدارس مثلا تحلیل شد و اینا، بعد من اون موقع یه مشکلی بشه توی خونه و یه مدت مشکلی؟ بعد برادرم یه تصادف کوچولو کرد، حالا به خیر گذشت، ولی خب دیگه یه بود اون بیمارستان بود و نه بعدم دیگه اصلا مدارس تازه غیر حضوری شده بود، یه خورده جا موندم از کلاس مجازی هم. خب دیگه بعد اونو واقعا ول کردم نخوندم دیگه. برام چون مدرسه در حد مثلا بتونم پاس بخورم خوندم مجازی رو. بعد دیگه از تابستون بازم یک ماهی اول مثلا تیر ماه اصلا نخوندم. بعد تقریبا از مرداد ماه ما یه معلم زیست داشتیم، یعنی تازه اومد مدرسه ما، خیلی خوبن ایشون، واقعا امسال هم باز درمیانمون بودن. بعد ایشون اومدن گفتن که من میخوام براتون مرور بذارم از تابستون، یعنی خودشون دل بخواه من خواهم برای تو مرور بذارم. بعد من با ایشون رفتم جلو، با ایشون تست زدم، مثلا بخشی از نه همه دهمم رو
بخش از دامو مثلا بایشون خوندم و واقعا خیلی بیشرفتم داشتم. مثلا بین مثلا بحث کیه؟ بحث تابستونی که میخوام برم 11 هم. آها تابستونی که میخوای بری 11 هم. خب بعد دیگه مثلا بایشون یه خورده کاری کردم زیستم و خیلی اعتماد به نفسم رفت بالا توی زیست خوندنه، خیلی امیدوار شدم. بعد کلا دیگه 11 هم که شروع شد من زیست 11 هم خیلی خوب جمع کردم، یعنی تست میزدم نه خیلی زیاده ولی خب باز مثلا فقط زیست رو تست میزدی؟ آره اصلا عمومی اصلا کلی میخوندم، ریاضی و فیزیک همونم زیاد در بیرام واقعا معنی که مثلا مجازی بود اصلا خوب تدریس نمیکردم. من معلم ریاضی من پسر عموی خودم اصلا بهش میگفتم اصلا خوب تدریس نمیکنی، اینجوری با میونم خیلی خوب. آره بعد دیگه کلا نخوندم دیگه از تابستون که شما خودتون میدونی من چی شد با یه مجموعه دیگه از باقر آشنا شدم و یه جورایی چون که اون موقع استرس کنگوره رو داشتم دیگه شما من چقدر استرسی بودم و اینا خب. بعد دیگه مثلا هی با خونه آدم صحبت میکردم دیگه میگه هی زنگ میزنم به آدم این مؤسسات و اینا هی بگیری کردن فلان بخره خوبه و اینا رو دیگه خالص گول خوردم خریدم اونا رو. بعدش فهمیدم چقدر که هزینه کردی؟ نزدیک 13 میلیون همه تو گرفتم. بعد دیگه خیلی هم میگفتم به درد نمیخوره چرا همشو گرفتی، اصلا افسردگی گرفتم یعنی وحشتناک حالم بد شد. بعد یه هزینه هم کرده بودم، من بیشتر واسه استرس میگرفته بودم که نکنه الان خونه آدم مثلا این همه هزینه کردم بعد الان مثلا دیگه به من بیعتماد شدن یا یه همچین حال ازی بود. بعد خیلی حالم بد بود. بعد اون موقع هم که میخواستم با شما مشاوره بگیرم دقیقا همون تایم بود دیگه، من شما رو از قبل میشناختم یعنی توی یوتیوب میشناختم ویدیوهاتون رو میدیدم تقریبا یه ماه قبل این که مثلا با تون مشاوره بگیرم و اینا، شاید بیشتر نمیدونم. دیگه خلاصه گفتم آره مثلا همچین مشاوری هست و میخوام این کار رو بکنم. من خیلی هم دو دل بودم واسه اینکه با شما مشاوره بگیرم. چرا دو دل بودی؟ من اینجور بودم که چون که همش خیلی ها مثلا از دوستان یا مثلا کسایی که میشناختم میگفتن مشاوره با فقط پول میگیرن، برنامه هاش مثلا خوب نیست، نمیدونم گزارشگاه ها چکل نمی کنن، خودت بخونی خیلی بهتره دیگه، همچین حالتی بود دیگه. ولی خب گفتم ولی من چون که شما مشاورت ماهیانه بود گفتم ولی یه ما امتحان میکنم ببینم که چی میشه دیگه، بالاخره من که یه سال قرار است که باشون کار بکنم دیگه. خلاصه گرفتم دیدم واقعا شما چقدر اصلا پیگیرین، بعد مشاورتون روزانه است و من حتی دکتر مهرماه بود فکر کنم همین پارسال بعد یک از دوستان هم مشاوره گرفته بود اون ماهی 300 فکر کنم 350 میداد. بعد گفتش که تو چقدر میدی؟ گفت من 600 میدم 670 میدم. بعد گفتش که تو 600 میدی واسه مشاوره؟ گفتم آره. گفت مگه چه خدماتی دارم؟ گفتم که آزمون میگیرن من خیلی پیگیرم من مشاورم روزانه است. گفتم اصلا اون اصلا همچین آپشنی اصلا نداشت. ولی خب معلومه دیگه تو باید 300 بدی من 600 بدم. این خیلی هم اصلا این گفتم خیلی گرونه خیلی زیاد داری میدی و اینا. ولی خب دیگه من خیلی باشم اصلا کلی پیشرفت کردم خیلی خوشحالم. ولی یه چیزی هم بگم اگر میخوای مقایسه بکنیم خدماتی که من میدم با خدمات بقیه، درسته اون هزینهشون شاید 300 تومن 400 تومن باشه ولی واقعیت اونی که اونا دارن گرون میگیرن، میدونی؟ نه اینکه من دارم مثلا گرون میگیرم، نه این میدونی مردم ما متاسفانه اینجوری هن که مثلا میان نگاه میکنن مثلا میبینن یخچال سامسونگ 10 میلیون تومن مثال میزنن، میان میگن که مثلا پارس خزره مثال میگم پارس خزره مثلا 7 تومن، بعد میگن نه سامسونگ گرونه، نمیگه که تو طولانی مدت این سامسونگ 10 برابر کار بهتری میکنه نسبت به. خب ببین من 4 تا برنامه، اونا 4 تا برنامه در ماه میدن، اونا 4 تا برنامه در ماه میدن این هزینه رو میگیرن، ما 30 تا برنامه در ماه میدیم و این هزینه رو میگیریم. بعد آره میگفته شما مثلا در هفته یه بار مثلا یه رو با مثلا طرف همون منتور اونا مثلا میگفتن آره اونا منتور دارن فقط آره حتی یه بار مثلا باش دوید میکنم 10 دقیقه همین واقعا میگم مثلا باش هم راحت نیستم مثلا گزارشکارم که هیچی دیگه چک نمی کنم آره نه این شکلیه. خب راجب تو و من بخوام نظر بدم، ببین تو فقط باید صبور باشی. وبینار دیشب بودی دیگه؟ آره بله. خب بود؟
عالی بود. خدا من دکتر اون نیمه آخرش که تخریبی زدیم خیلی از همه بهتر بود. من کلا با تخریبای شما انگیزه میگیرم. من شدن رضا، همشون شدن رضا. تخریبای من خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. آقا گزارشکار بررسی کردن های ما، کوچت خوب بررسی میکنه؟ آره اصلا کنم گزارشکار خب اگه مثلا بررسی بشه که ما اصلا مشکلاتمون اصلا پیدا نمی کنیم. واقعا این که مثلا من اصلا تا قبل این که مثلا این برنامه ترازده بیاد، خب مثلا این که اختیار اونام که اصلا نداشتیم اون صورت. بعد اون که اختیار اومده من مثلا واقعا خیلی اصلا واسه اینکه اختار نگیرم دیگه واقعا سعی میکنم کتاب مطالعه‌ام بره بالا. نمیدونم تمام درسام بره. میتونی به من بگی که تو این اردیبهشت، ما الان 31 اردیبهشتیم، تو این اردیبهشت چند ساعت زیست خوندی؟ میری رو اپ نگاه کنی؟ دسته چش شما نگاه میاری واسه ما؟ آره و اپلیکیشن رو بیارش. بعد گزارش جامع رو برم. آره گزارش جامع، ماهش رو انتخاب کن، درس زیست رو بزن، بزن از یکم تا 31. ساعت 114 ساعت برای 30 روز میشه، اگه 120 بود میشه 4 ساعت. بله یعنی یه ذره کمتر از 4 ساعت، درسته؟ بله. ببینم ساعت مطالعات چطوره. مرسی. گزارش عمل کرد، بذار منم اینجا ببینمش. در مورد روزت که داری 600 دقیقه، 655 دقیقه، دیروز فکر کنم 10 ساعت خوندی، درسته؟ دیروز یه خورده کم خوندم. دیروز 10 ساعت، پریروز 11 ساعت تقریبا، پس پریروز 800 دقیقه، میشه یه چیزی حدود چقدر؟ 200؟ 13 ساعت و حدوداً 20 دقیقه. خیلی خوب میخونی، خیلی خوبه، خیلی خوبه، باریکلا. این از این گزارش دروس هم بیارم. زیستت که گفتیم حدوداً 4 ساعت تقریبا، نرسیده به 4 ساعت. این از این. تو رتبه برتر هفتگی چندم بودی هفته گذشته؟ الان نگاه میکنم. نه دیگه الان معلوم نیست. نه برای هفته پیشو میارم مثلا. آه میاره. آشه خب. 43 بودم. 43 بودی؟ بله. روزی 11 ساعت داره درس میکنه، 43. این از این. خب خوبه. بین کوچ چندم بودی؟ کوچ هم همون نفرات اول و دوم هم بیشتر دستم دیگه، تش بیام سوم. خب خوبه، خب خوبه. خیلی هم عالی، باریکلا. بله. سوالی چیزی دیگه نیست؟ انشاءالله بخون بتره کنی، ببینم چی کار میکنی دیگه. ولی خدای امید بهم دارین یا نه؟ ببین اصلا این جملت اشتباهه، من به تک تکتون امید دارم. اون بالایی نمیدونی چی واسه ماها میخواد، من به تک تکتون امید دارم. نهایت اینه که من ببین، من خودم 3 سال زحمت کشیدم واسه هدفم، اوکی؟ پس باید تلاش کنیم. مهمم نیست امسال، سال دیگه، 2 سال دیگه، 10 سال دیگه. من به تک تکتون امسال ایمان دارم که میتونین نتیجه فوق‌العاده بگیرین ازش. ببینم چی کار میکنی. من بخواهم چیز بگم جانب. اصلا خارج از درس خوندن و اینا، امسال اصلا کلن درس زندگی از شما یاد گرفتم. خدا شد، خدا را شد، قربونت برم. این به اندازه همه چی اصلا خیلی خوبه. مرسی عزیزم، مرسی، قربونت، شکرم، مرسی، دورت بگردم، قربونت، مواظبت کن خودت، کاری چیزی نداری؟ خدافز، فعلا خدافز، خدافز. آقا اینم از این چی؟ اینم گوشی شما. خب اینم از این قسمت، قسمت 4 مونم تموم شد.
مفصل دیگه مصاحبه میکنیم دیگه، انشالله که ازش کلی نتیجه گرفته باشین و تجربه کسب کرده باشین. دوستتون دارم خیلی زیاد. بازم سوالی داشتین داخل کامنت ها فعلا.